بریم با هم قسمت پنجم رو ببینیم. خب بریم سراغ فنهایی که باید نصب کنیم. یه فن برای این میخوایم که نصب کنیم وسط این. جهت بادم از قسمت دما و رطوبت میره به قسمت تخم ها، یعنی جهت باد به سمت تخم ها هست. یه فن هم میخوایم برای رطوبت که اینم بچسبونیم. از دستگاه چسب حرارتی کمک میگیریم. ظرف آب ما از اینمون استفاده میکنیم. ظرف آب هم همونجوری که خدمتتون عرض کردم، شما هر ظرف آبی میتونید بذارید، چون خیلی هم میپرسن چه ظرف آبی باشه. فقط اینه که فلزی نباشه، چون ممکنه که زنگ بزنه و این حالا به خودش میکروب اینا بگیره. پلاستیک باشه که ترجیحاً بعد از هر بار استفاده میتونید اینو بشورید راحت. خب عرضم به حضورتون که اون قسمتی بود که ما ورودی آبمون رو نصب کردیم. ظرف آب اونجا قرار میگیره. دقت کنید، من حالا دارم اینجوری میکنم، میخوام نشونتون بدم. به این شکل قرار میگیره. خب فن رطوبت رو، این روش رطوبت تبخیری داریم استفاده میکنیم اینجا، به سمتی که باد به سمت آب باشه. یعنی این برچسب معمولا اکثر فنها جهت بادشون به سمت برچسبه، یا اگرم که نه رو بدنه فن فلش زده که جهت باد و چرخش خود این موتور به کدوم سمته، معمولا به سمت جهت فلش جهت بادشون هست. یعنی که الان این سمت باد میزنه، این هم بالای سر ظرف آب تقریبا با فاصله 3 تا 5 سانتی متری نصب میکنیم. خیلی نیاز نیست فاصله بدید. خب بعد برای این حجم فن 8 در 8 کافی است. اگر که بعضی از شهرها رطوبتشون پایینه، میتونید ظرف آب اضافه کنید کنارش. میبینید که اولش یه مربع 10 در 10 هنوز جا داره برای اضافه کردن ظرف آب. خب پس اول بریم ما سراغ فن این بدن دیواره بین. خب چسب حرارتی داغ شده باشه. هنو داغ نشده. خب این هم باید به جهتی نصب کنیم که میخواییم. خب ما اول چسب رو به این میزنیم. نیاز است بذاریم چسبمون کامل به حرارت پایانیش برسه، با همون حرارت ملایمش که یونالیت رو آب نکنه کافیه. خب ما الان این فن رو نصب کردیم. ببینید که خب یه نکته باز یادم بیاد بهتون بگم، من نکته ها رو یادم بیاد بهتون میگم. خب دقت کنید اینجا رو. خب این قطر یونالیت که ما اینجا داریم 2 سانتی متر هست و قطر فنی که داریم تقریبا 2.5 تا 2.8 سانتی متر هست. یک مقداری فن میزنه بیرونت، این بیرون زدگی رو بیارید به سمت این طرف قرار بدید. میبینید الان جهت باد اینجوریه، از این طرف باد میکشه به این سمت میزنه، این بیرون رفتگی رو این طرف قرار بدید که این طرف راک ما هیچ چیز اضافه اینجا نداشته باشیم و اینجا صاف باشه. از این طرف هم نیاز نیست چسب بزنیم، از پشت چسب میزنیم و کاملا میگیرتش، هیچ مشکلی هم تو کار نداره. خب اینو چسبیدیم، اینو فعلا میذاریم کنار، کارش نداریم، فقط میخواستم چسبش بزنیم و آماده باشه. میریم سراغ فن رطوبت. فن رطوبت هم برای نصب کردنش به بدنه به همین ترتیب، خیلی راحت میتونید با چسب حرارتی به یونولیت بچسبونیدش، کنده هم نمیشه، هیچ مشکلی هم نداره. خیلی ها گفتن ما پیچ و مهرش کنیم، نیاز به پیچ و مهره نیست، اصلا وزنی نداره که بخواد کنده بشه. اونایی که داریم حالا پیچ و مهره میکنیم به خاطر که یه وزنی روشه یا یه فشار روش هست داریم پیچ و مهرهش میکنیم. حالا اگر دوست داشته باشید شما همین را میتونید با یه نبشی پیچ و مهره کنید به بدنه، ولی خب ما نیاز داخلش
نمیبینید و همینجور هم راحت میتونید نصبش کنید. خب پس قرار شد جهت بادمون به سمت ظرف آبمون باشه. خب این هم به همون ترتیب چسب میزنیم روش و سر جاش نصبش میکنیم. به این کارم اگه میبینید داره دمای چسب حرارتون بالا میره میتونید خاموشش کنید دیگه خیلی میگم داغ نشه، چون قراره به یونولیت بزنیم آب نکنه یونولیتمون رو. خب اون چسبایی هم که گفتم مخصوص یونولیته، حالا مطمئنم براتون سوال پیش میاد، اون چسبایی یه حالتی مثل چسب آبی داره و خب به این سرعتی که چسب حرارتی خشک میشه خشک نمیشن. من تستش کردم و اصلا خوردگی ایجاد نمیکنه، ولی خب به چسب حرارتی سریع خشک میشه و کارتون را میندازه و اون جایی که میخواد مثلا دقیقا فن رو میچسبونه و راحت سریع خشک میشه. اون چسب ها رو باید بذارید تا خشک بشه، میگم دقیقا مثل چسب آبی میمونه. خب من فن رطوبت هم اینجا نصب میکنم، فقط باید یه مقداری صبرش بدیم تا اینجا خشک بشه. خب کافیش. همونجوری که الان میبینید این فن رطوبت الان متصل شد. من دیگه ظرف آبو برمیدارم چون میافته از داخل دستگاه، دارم جابجاش میکنم، نیازی نیست. پس الان ورودی آب و این فن رطوبت هم برای ظرف آب نصب شده و قسمت رطوبتمون دیگه کاری نداره. قسمت دما که لامپ بشه هم نصب شده، موتور هم نصب شده، فن استراری هم همینجور. میریم سراغ نصب راک، ولی خب باید یه چند دقیقه بذارم که این خوش بشه، چون اگر که صافش کنم این فن میاد به سمت پایین. پس بریم و بریم سراغ بخش بعدی. خب بریم سراغ قسمت بعدی، بریم سراغ نصب راک. خب اینم راک و محور، زنگی شماره دو و قطعاتی که نیاز داره مثل بوش و واشر و چیزای اینجوری. خب راک تشکیل میشه از یک چارچوب آلومینیومی و سه تا نبشی زیرش. حالا چرا سه تا نبشی؟ از دو تاش محور رد میشه، از یکیش هم که لنگی. باید قبل نصب لنگی رو بهش متصل کنیم که آماده باشه، چون داخل دیگه دست نمیره داخل کار که بخواد لنگی بهش متصل بشه. خب اینجا میایم اینو میذاریم و با استفاده از یه دونه بوش، همون قطعه که بهتون گفتم، بهش وصل میکنیم که در عینی که محکم میشه این حالت رو حفظ میکنه برامون. الان محکم محکم از تو کار و دیگه اصلا در نمیاد. خب میریم سراغ محور. دقت کنید محور دو تا مهره سربسته اینجا داره و دو تا مهره معمولی. حالا این مهره معمولی ها چیه؟ این مهره معمولی ها رو ما داخل دستگاه یونولیتیمون استفاده میکنیم. چرا؟ چون فضایی که قراره بچرخه خیلی کوچیکه و باید محدودش کنیم که اون راک از سر جای خودشون حالت لنگی داره و روی محور بازی میکنه. با این دوتا مهره ما دو طرفش رو مهار میکنیم که اونجایی که خودمون میخواییم بیسته و تو همون مکان چرخش داشته باشه، دیگه نیاد به چپ و راست و اون از جاش خارج بشه. خب بریم برای نصب راک. یک مقداری این قسمت تو فیلم آموزشی سخته، سعی میکنم نشونتون بدم همزمان اگر بشه. خب اینو اینجوری داخل دستون میگیرید و نمیدونم چجور نشونتون بدم، سعی میکنم که میشه از بین کارش بریم کنم. خب من راک رو دارم میکنم داخل، میارم در مقابل
این سوراخ محور قرار شدن. این که ورودی های محورمون بود خیلی راحت از اینجا میکنیم داخل از سوراخ ردش میکنیم، من نصفه میکنمش داخل که ببینیدش. خب اینجوری الان اینو بس کردم، از توی رد کردم، از توی یکیش، حالا فقط به خاطر که شما ببینیدش، لنگی همون طرف لنگی اولی باشه، اون طرف نذاریدش. خب اینجا رو دقت کنید، این قسمت باید بریم سراغ همون مهره هایی که گفتیم، یعنی قبل از اینکه وارد قسمت بعدی بشه باید اینجا ما مهره رو بهش وصل کنیم. یک مقدار اینجاش دقت بیشتری میخواد نسبت به بقیه جاهاش برای نسلش و حوصله بیشتری میخواد. مطمئنن همه تون حوصله شو دارید، مطمئنن راحتی نسلش بود. من الان دارم مهره رو با دست گرفتم و من داخلش محور رو میچرخونم. بچرخونم که بتونم مهره رو از اون سمت هم وارد کنم. نشونم که میدم الان یه لحظه اونجا باشید، الان میارم نشونم تو باید انقدری بیام بیرون که از اون سمت محور بیاد داخل. خب دقت کنید، من الان اینجا مهره رو از این سمت گذاشتم بین راک و یونولیت، این مهره اینجا میدهش. حالا میخوام از اون طرف مهره بندازم، از اون طرف هم مهره میندازم، یه مقدار اینجاش زیاد کننده است ولی خب جا دست کار کمه، بخاطر همین یه مقداری اذیت میکنه ولی خب میشه. دوباره باید همون مقداری که رفتم داخل رو برگردم تا اینجا بیاد. خب از اون قسمت هم که اومد بیرون دیگه با هم مساویش میکنم، کار خیلی خاصی نداره. خب من اینجوری میذارمش که بهتر ببینید. خب میبینید از این قسمت تقریبا یه چولوش 1.5 سانتی متر، این قسمت هم همین شکل. حالا دوتا مهره های سربست رو من میزنم دو طرف این مهره اینا، بعد باید آچارکشی بشه و محکم بشه. خب حالا دقت کنید من چرا حالا این کار رو کردم و چرا این مهره ها رو گذاشتم، حالا اینجا بتونشون بدم. خب دقت کنید، من الان راک رو با استفاده از مهره ها شیفت کردم به سمت مخالف لنگی که لنگی جای چرخش رو راحت داشته باشه. دستگاه که به این صورت قرار میگیره روی زمین، الان باید خود از اون مهره من شیفتش کردم اون سمت که قشنگ لنگی جای چرخش داشته باشه. خب بریم سراغ نصب دوتا لنگی به هم دیگه. پس لنگی شماره 1 سر موتور میخورد، لنگی شماره 2 هم سر راک میخورد. اندازش رو خیلی ها گفته بودن بگم، چشم اینم اندازش، اینم 18 سانتیمتر اندازه لنگی که سر راک بوده. خب بریم به هم وصلش کنیم.